куруши кабир пас аз фатҳи мод ҳамадонро ки пойтахти давлати мод буд маркази подшоҳии худ қарор дод ва порсиён аз одоб расмҳо ва ҳатто тарзи либоспӯшии модҳо баҳравар шуданд. برای هر یک ملت نمود ظاهری همون ملت در بدن یک نفر نماینده او است. یک نفر همین لباسی که ما میپوشیم لباس تاجیکی اجدادی، یک کس از هر کجا بیند میگه همین تاجیک است. در بین 100 ملت است، 200 ملت است، فلانی میگن تاجیک است. این در امتداد هزارها سال سرشته میشود. این نمیشود که در سالهای آخر بینیم که در 10 سال و 15 سال چی تغییرات های در لباس ما شد. این در امتداد هزارها سال سرشته میشود. در کتیبه ها تصویرهای گوناگون از کفش پوشی قوم مود تا زمان ما آمده رسیدند. کفش های مود ها مثل جوراب بوده، ولی معلوم است که پایافزاری آنها از چرم ساخته شده بودند. پس از آنها هخامنشی ها به کفش اهمیتی خاصه دادند. آنها کفش ها را به دو گروه تقسیم کردند، اشرافی و معمولی. کفش های شاهانی هخامنشی در تخت جمشید قرمز رنگ بوده است، در حالی که کمانداران کفش های زرد رنگ به پا داشتند. هخامنشی ها در دوخت کفش ها تغییرات زیادی وارد کردند، هم از جهت دوخت و هم از جهت زیبایی. در کتاب تاریخ لباس اوید به کفش های هخامنشی ها چنین آمده است. کفش های هخامنشی ها غیر از خوشدوخت بودنشون، همچنین با مواد های آرایشی از قبیل مروارید، سنگ های گرانبها ها و زردوزی ها آرا داده می شدند. همین گونه لباس ها در سنگنگاره های فرض کردن پرسپولیس، مرکز اداری دولت اجدادی ما، در اونجا تمام طرز لباس های هر یک محل مشاهده می شود. لباس فرض کردیم سواره چگونه است، پیاده چگونه است، نظامی با کدام نوع است، از زن چگونه است، از شاه چگونه است، از فرض کردیم دبیر چگونه است، از حقوق شناس چگونه است، تمام نوع انسان که در جمعیت عمل میکنن، انواع اجتماعی انسان لباس هاش هست. در گذشته تاجیکان سربندی های داشتند که سنتی بود و سکه های نقرگین به آن آویزان میکردند. در دوران سلجوقیان کفش های نکتیز وجود داشت. در خصوص لباس پوشی زن ها در زمان اشکانیان در سرچشمه ها چنین آمده است. لباس های زنان اشکانی پیراهن های دراز تا روی زمین، کشاد، پرچین، آستیندار و گریبانش راست بوده است. در امتداد تاریخ چنانه که معلوم می شود لباس هایی که در شرق بودن مردم غرب از اینها تقلید می کردن، از این لباس ها، و در کتاب ها بسیار آورده شدن این گونه مثال ها. بانوان دوره ساسانی نیز به مانند زن های دوران اشکانی لباس می پوشیدند. تنها فرقیت در آن بود که در انتهای پیراهن از طرف پشت پاره اضافه و پرچین بر آن می دوختند. زنان ساسانی گاهی چادر کلان و پرچین به سر می کردند که تا ساق پای می رسید. در این دوره زنان روی سر خود تور یا پارچه زیبای را انداخته مویهای خود را با زر و زیور زینت می دادند. در سالهای اخیر وقتی که حاضر احیای لباس ها دیده می شود، بعضی ها گمان میکنن که این لباس ها تقلید به اروپا است و امثال این اینطور نیست. این لباس ها در اساس سرچشمه های تاریخی فرض کردیم مکرمه قیوم و یکی از طراحان معروف مملکت هستند، اینها از سرچشمه ها دریافتند، بیرون کشیدند و ساختند. آنها را که با عکس های فرض کردیم عصرهای اول میلاد مقایسه میکنی، یگان ذره فرقیتی ندارد. عیناً همون چیز است و چون رنگ بودن و چی بودن آنها در اینجا که مشاهده زنده مشاهده میشوند،
زیبایشان معلوم می شود. در گذشته لباس ها با رنگ های طبیعت از آن جمله سبز، سرخ، سفید و زرد یکسان بود. از رنگ های تیره و سیاه اونقدر استفاده نمی کردند. چون آنها باور داشتند که رنگ های کبود افسردگی و رنگ سیاه باشد غم و اندوه می آورد. همه وقت در منطقه های ما لباس سفید بود. لباس سفید بود دیگر نوع لباس یا که لباس های تیرگونه بودن رنگ های روشن داشتن یا که اگر کبود بود کبود آبی بسیار نفیس بود که به سفیدی مایل داشت. برای همین ما همه وقت الان همون بزرگیه که در لباس ملی ما بود امروز هم باید نگاه داشته شود. این از یک جهت بزرگی ملت نگاه می دارن. از جهت دیگر معنویات مردمه وقتی که لباس در بدن تو زیباست و تأثیر آفتاب کمتر است و تو در حالت گرمی و عرق کردن نیستی و خودت ناز احساس میکنی همه وقت مینه درست کار میکنه. تاجیکان رنگ سفید رو نشانه خوشبختی حسابیده، رنگ سرخ رو رمز شادی و سرور و رمز نوروز میدونستند. رنگ سبز افاده کننده ارزوی و امیدها محسوب میافت. هنرمندان نه تنها معنای هر یک جزئی نقش بلکه رمز رنگ ها و آمیخته گوناگونشان را به نظر می گرفتند. رنگ سیاه و سفید را برای محافظت از چشم بد استفاده می کردند. رنگ کبود برای محافظت از سلفه کبوتک بود. لباس های مراسمی شاهان بسیار با حشمت بود. آن از لباس تهپوشی ارغوانی کشاد عبارت بوده با سنگ های قیمت بها آرا داده شده بود. در لباس های شاهانه با تیلا رسم های پرندگان را می دوختند. در عهد قدیم خلعت ها برای تحفه دادن معمول بود. سران دولت ها خزینه های مخصوص داشتند که در آنجا خلعت های زردوزی که با تیلا، نقره و هر گونه سنگ های قیمت بها آرا داده شده بودند نگاه داشته می شد. چون این تحفه ها را شاهان به مهمانان عالی قدر خود هدیه می کردند. از سرشان تیلا بریزید. لباس ها بیشتر از مخمل های رنگ و رنگ متاهای پشمی و ابریشمی آماده می شدند. وقتی که خارجیان در عصرهای 19 18 آمده عکس های از این جای ها گرفتند از کوچه ها فرض کردیم نفری در فرنجی بود یا که در جامعه دریده بود یا که در حالت کار بود چی اینها رو گرفته و در کتاب های دیگر معرفی کردند و چون عکس ها عکس های غیر یعنی رنگه که نبودند بسیار دغل آمدن لباس ها در عکس ها فرض کردیم رنگ سرخ و سبز و هر خیلی که است در اونجا همه به یک شکل میاد و اون زیبایی که در لباس بود از بین میرود. بعضن در مبارزه ها بانوان نیز لباسی مردانه ببر میکردند که نبرد تومیریس دلیل این گفته هاست. وقتی که ما به ادبیات قدیم نظر می افکنیم مثلا همان قصه های تومریس و سترنگی به جسارت و توانایی گردآفرید از شاهنامه بیزوالی فردوسی خابوران دوخت زرینه منیژه و زنان سخنور نظر می افکنیم در حال درک می کنیم که این زنان قهرمان این زنان با جسارت در هر یک مورد لباس های به خود خاص را ببر می کردند که از این لباس ها بوی فرهنگ ملی می آمد. غیر از این در بین تاجیکان پوشیدن کرته های گلدوزی یا خود چکن خیلی معمول بود. در همین لباس های نوینه که ساخته می شوند یک رمز ملی یک گل چکن است یا که یک چیه در یک گوشه او می مانند می شود تاجیکی. بینید که تأثیر یک نقطه یک اشاره چخل سیمای یک شخص یک لباس
یک تمدن دیگر میکند. زیرا این تأثیر هزار ساله است، هزار ساله ها است که این یک یک برا رو میزند، همه را پشت پا میزند، خودش در درجه اول میبراید. در مأخذهای تاریخی آمده است که چکن تاریخی بیش از 2000 ساله دارد. گلدوزی همیشه موقع خاص داشت، آن را بیشتر برای توی عروسی آماده می ساختند. هر یک مادر کوشش می کرد که این هنر را به دختری خود آموزد. چون دختران به سینی عروسی می رسیدند، علاقه از عهده دختری مرکب ترین نقش ها می بر آمدند. یعنی گلدوزی در زمانهای قدیم بیشتر ماهیتی مراسمی داشت. در دهه ها قلمکش ها بودند که آنها نه تنها نقاش بلکه میراثداری هنری گذشتگان محسوب میافتند. قلمکش در روی متا نقش میکشید، رنگ جزئیات و اصول دوخت هر یک نقش رو معین میکرد. پیشتر عادتاً در کرباس، بدتر در ستین، صوف و شاهی گلدوزی میکردند. برای گلدوزی رشته های ابریشمی تاب داده استفاده می شد. حفظ کردن اثرات های اساسی، عنصر های اساسی لباس ملی، این برای هر یک ملت بسیار مهم است، چون که پیش از همه در حفظ شدن ملت، فرهنگ ملی، این لباس اهمیت خیلی زیاد دارد. هنری گلدوزی نه تنها در پیرهن بلکه در دیگر جهاز خانه از آن جمله بالشت، پرده، زردیواری و غیره استفاده می شود. امروز ببینید که چرا فیلم های خیلی نازنین تاجیک فیلم امروز ماندگار شدند. به خاطر آن که در آنجا مثلا انمون قهرمان های همین فیلم ها به مانند من با دختری وا خوردم، فیلم رودکی، مثلا حسن اروبکش و چندین فیلم های دیگر، همه قهرمان ها همین لباسی ملی رو ببر کردند که خیلی دیدنی است، خیلی لذت بردنی است. و امروز ما بارها و بارها همین گونه فیلم ها رو تماشا کنیم، باز تشنه همین گونه فیلم ها. Я потерял её вместе с нею любовь. На щёчке родинка полумесяцем бровь. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. امروز هم لباسای ملی ما گوناگون بوده، هر یک منطقه تاجیکستان لباسی مخصوصی خود رو دارد و آنها از روی دوخت، رنگ و آرایش از همدیگر فرق میکنند. مثلا لباس بدخشان، لباس زرافشان، لباس ختلان از همدیگر با المنت های مخصوص فرقیت دارند که این را ما بر علا مشاهده میکنیم و هر یک تاجیک تاجیکستانی از این المنت هایی که در لباس های ملی صاف تاجیکی درج کرده است، یعنی نشان داده شده است، میفهمند که این لباس به کدام منطقه تاجیکستان تعلق دارد. پیشرفت علم و تکنیک در پوشیدن لباس نیز به تاثیر نماند و با مرور زمان ما نیز نمی توانیم مثل گذشته لباس پوشیم، چون فرهنگ ها تغییر کرده است. البته در این موج بزرگی تغییرات های لباسی و شکلی که در جهان می رود، نگاه داشتن او بسیار مشکل است، اما بعضی از عنصر های او را نگاه داشتن در کار تا اینکه برای این محبت زیاد به همین ملت لازم است، به ملت خود، به موجودیت خود. شما بینید که یک نفر خارجی وقتی که به تاجیکستان می آید، حتما یک تاقی تاجیکی را در سرش می ماند و تاجیکستان را دور می زند. او به خاطر احترام همین ملت این کار را می کند، تا اینکه در نزد اهل همین ملت محبوب باشد، او را ظاهرا هم باشد
یا با ظاهرا هم که باشد باید که با او اعتماد کنی که همین ملت مرا یعنی که احترام کرد و فرض کردیم سرپوشی ملت مرامون یا که زنش یک نفر یک کنزولچه تاجیکی را پوشید یا امثال این ما چقدر با او احترام میگذاریم پس تصور کنید که همون در بدن خود ما باشد یک چند سال پیش پوشیدنی لباسی ملی در بین دختران کمتر به نظر می رسید. با کمک و دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان یک نوع پل ارتباطی میان فرهنگ تاجیک و فرهنگ جهانی برقرار کرده شد و لباس‌های ملی ما به طرز زیبای و زمانوی دوخته شدند که این باعث از نو احیا گردیدن لباس‌های ملی شد هر یک عنصری که هر یک خط یا نقشی که در لباس ما است اینها همه از گذشته عمیق فرهنگ همین ملت آمده در لباس نصب شده خوشبختانه امروزها پوشیدن لباس ملی در جای کار مجلس و جمعومت ها توی و معرکه ها و حتی برای پوشش روزمره نیز به حکم انعنه در آمده است لباس های اطلس ادرس اصلا این متاع است که با پیدایش فرهنگ و مدنیت در مردم مشرق زمین خصوصا مردمان فارزبان تاجیکا از قدیم بود و بسیار خوب از وقتی که در یکان محفل های نوروزی اگر میبینی که همه زنها و دختران تاجیک این لباس در بر کردن باور کنی یک حسن و شهامت تاوان دیگر را به تجسم میکنه یک دنیای دیگر را در نزد بیننده جلوه میکند که این متاع هیچگاه کهنه نمیشه این متاع هیچگاه از بین نمیرد این باعث شد که هنرمندان و طراحان و صنعتگران و دوزندگان زیاده با دوخت لباس های ملی مشغول شوند برای همین در ما انکشاف نیافتن این چیزا اگر انکشاف میافت چنانه که در سالهای آخر ما مشاهده میکنیم که از جانب حکومت وقتی که جدن به این مسئله دخل کرده شد طراحان ما چه لباس های زیبایی به وجود آوردن این لباس ها را از آسمان به وجود نآوردن این لباس ها قبل از عصر 20 قبل از شوروی در ما این لباس ها بودن همین طرز لباس ها فرض کردیم عکس هایی که سیاحان خارجی گرفتند در مرغیلان است در سمرقند است در بخارا است بهترین لباس های زنانه هستند اونا را حاضر میبینی اون چیزهایی که در این سالهای اخیر طراحی شدن از جمله همون جامه های زنانه زیبایی که هستن یا که دیگر اینها در 150 سال پیش اروپایی ها صورت ها را گرفتن نال در وقتی که شما اونها را نمایش میتید بینید که چقدر زیبا هستن با وجود همون عکس سیاه و سفید بودنش و رنگه باشد کیم چقدر زیبایی در او احساس میشه طراح باید لباس های طراحی کند که هم با ساختارهای فرهنگی و جغرافی متناسب باشند و هم با زندگی در جامعه امروز موافق. باید لباس ملی در سطح بین المللی اعتراف کرده شود. وقتی که ما به یکان کنفرانس های بین المللی، جلسه های علمی بین المللی شرکت می‌ورزیم و درک می‌کنیم و می‌بینیم که تمام اون نماینده هایی که از کشورهای غیر در این سیمپوزیوم ها در این کنفرانس های بین المللی اشتراک میکنند در پوشیدن لباسشون یک نمونه از فرهنگ ملیشون دارند و امروز وقتی اون رسیده است که طراحان ما باید همین گونه لباس های رو به مردم پیشنهاد کنند که در آن این لباس ها مثلا نمونه از فرهنگ گذشته ملت تاجیک فرهنگ ملیمون در این لباس ها درج شده باشند لباس های خوشدوخت طراحان و دوزنده ها باید امکان راحت برای فعالیت های روزمره در خود داشته باشند و ذوق مشتری را هم تامین کرده توانند وقتی که طرح و رنگ و مد لباس از دیگر کشورهای خارج وارد می شود، طراحان آن را باید با لباس ملی آمیخته کرده، بر اساس تقاضای جامعه لباس های ملی زمانوی آماده سازند.
рушди ҳунар ро бо суннатҳои пешин идома диҳанд ва ҳамчунон нақшҳои бостонию суннатии хешро ҳифз намоянд. Дар тарзи духти ҳамин либосҳо бояд ки ҳамон унсури асосӣ, ҳамон милли таърихӣ ҳифз шавад. Ба ҳозир баъзе хаётҳои дизайнерҳои хуб ҳам ҳастанд дар Тоҷикистон, ки вобаста ба пешрафти ҳаёти ҷомеа ба пешрафти тафаккур, шуури мардум, онҳо кӯшиш карданд ки яке тағйирот дар либосҳои миллӣ дароранд. Аммо асолати таърихша бояд ки нигоҳ дорад ҳама вақт. Тоҷикон либосҳои миллии мардона аз қабили ҷомаю ҷеллак, дастору тоқиҳои зебое доранд, ки онҳоро низ набояд ба гӯшаи фаромӯшӣ андохт. Тоқи як ҷузъи муҳими либоси мардонаи тоҷикист. ҳоло ҳам дар водиҳои Рашт, Хатлон, Бадахшон тоқиҳои гулдори нақшин мепӯшанд. ва аз рӯи нақшунигори тоқиҳо муайян кардан мумкин аст, ки соҳибаш аз кадом минтақаи Тоҷикистон аст. Имрӯз танҳо анъана шудааст, ки бояд ҳамин либоси миллиро танҳо занон ба бар кунанд. Инторӣ нест, бояд мо ҳаракат карданамон лозим, ки барои мардон ҳам ҳамин гуна либосҳое пешниҳод кунем, ки дар либоси мардон ҳам яке аз намунаҳои ҳамин фарҳанг либоси миллӣ дард шуда бошад. Дар мо албатта занҳо дар ин ҷода бояд ки бештар фаъол бошанд, зеро ки занҳо бештар дар хона ҳастанд, дар хонадони ин миллат ҳастанд. Онҳо нигаҳ медоранд, мардҳо бештар дар раҳу рӯву кӯчаву мамлакатҳоу ҳар куҷо ки мегарданд, таъсири чӣ дар онҳо зиёдтар дида мешавад. То ҳатто дар ҳамин асри 19 ки омада аксҳоро гирифтагиянд, бештар аксҳои занҳоро гирифтагиянд, ки инҳо тамаддуни ҳамин миллата нигаҳ доштанд. Воқеан либоси миллӣ яке аз рамзҳои миллии ҳар як миллат аст ва аҳамияти он дар фарҳангу адаби мо таърихи қадима дорад. Либоси миллӣ мероси гузаштагон маҳсуб мешавад, ки гузаштаро бо имрӯз мепайвандад. Бояд дар талош барои эътидоли фарҳанг, либоси миллиро, ки рамзи ҳувияти миллию фарҳангист, аз насл ба насл ҳифз кунем ва онро зинда нигоҳ дорем, зеро либос баёнгар ва бозтобдиҳандаи шакли моддию маънавии инсон аст. Воқеан ин либоси миллист, ки насли имрӯзро бо дирӯз ошно месозад ва симои миллатро зинда нигоҳ медорад.